بچه سلام، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و از ویدیوهایی که من براتون درست میکنم لذت ببرید. امروز اینجا مدل 2019 پورشه پانامرا، نیو پانامرا. Thought it's caught up in collecting cream. I'm made, nigga, picture me dying in the blaze. A gunfire will not retire till I'm paid. Turn the base up high, when we ride, we fly by. Bitches blow me kisses, niggas from Compton to Brooklyn. Come on, get your riches. به نام 971 داریم، قراره کامل رنگش رو عوض بکنیم به ساتن سفید صدفی و خواستم بهتون یه ماشین رو نشون بدم. ماشین از قسمت جلو سپر و گرگی ها کامل سپر جدید نصب شده. این مدل پانامرای 4 هست، میشه گفت پانامرای تو اینجا پانامرای بیسه، یعنی پانامرای پایه است و گرگی ها تقریبا به همون شکل، یه مقدار برمش کمتره. مدل قبلی مقدار تخمورگی تر بود و یکی از تغییرات واضحی که کرده این هواکشه که البته این کارایی نداره. هواکشش اینجا بود که الان نزدیک به در ماشین شده، یعنی اصلا مماس در ماشینه. و آینه بیرونی ماشین، آینه های جانبی خیلی بزرگ شده، قبلیه مقدار کوچکتر بود. و اینجا تو مدل پایش هم با سقف شیشه ای سانروف میاد بیرون. تقریبا این قسمت به همون شکله و در قسمت عقب کمپلت طراحی چراغ ها سپر همه به صورت جدیده. فرم سپر یک مقدار اینجا کوتاه‌تر شده، مدل قبلی بلندتر بود. بعد دیگه تقریبا ماشین نظر من مدل قبلی رو بیشتر دوست دارم، ولی خب این چون جدیدتره جذابیتش 100% بیشتره. واسه خود تو ذهن من مدل قبلی چون حالت تخمه به شکل برم کرده تر بیشتر بود، ماشین گنده تر نشون میداد، بیشتر دوستش داشتم. خب بریم که موتور ماشینم بهتون نشون بدم. من در کاپوت رو واکنم. خب بچه موتور 3 لیتری V6 یا همون 6 سیلندر توربو چارجره، 330 هست بخار قدرتشه. بعد نیرو به تمام به چرخهای عقبش منتقل میکنه، رورینگای 21 اینچیش، گیربکس 8 دنده اتوماتیک داره. من البته این مدل سوار نشدم تا حالا، ولی رفیقم مدل GTS اینو داره، واقعا برک است. هم خیلی راحت لاکچری و واقعا فست و سریع. من براتون توشم میگیرم، بهتون توشم نشون میدم. ماشین امشب آماده میشه، ما قطعاتی که میخوایم ازش جدا میکنیم، مثل سفر، آینه ها و دستگیره ها. چراغ عقبش رو این دفعه دست نمیزنم، به خاطر اینکه این ماشین اگه میخوای چراغ عقبش رو در بیاری سپرش باید جدا بشه که صاحب ماشین موافق نبود. و به خاطر همین بدون جدا کردن سپر عقب و چراغاش ما این کارو میکنیم. پس چراغاش هم چراغ جلو هم در میارم که خیلی البته راحته. بریم که یه ماشین خوشگل، یه کاور خوشگل براش نصب بکنیم. Whoa, stick to aiming for your triple J place. Whoa, picked out of them, but now they show me love undoubtedly. Just cause they looking, I don't mean they looking out for me. Under pressure from the next to work for salaries. I got bigger plans, hit me in a year and ask me how it's working out for me. I'm good. بچه خوبی، چه خبر؟ امروز براتون یه ویدیو آموزشی دارم، امیدوارم براتون خیلی مفید باشه که 100% هست. میخوام بهتون یاد بدم چجوری کاپوت ماشین رو نصب بکنید. اینجا من پورشه 2019 نیو پانامرا دارم و میخوام بهتون نشون بدم چجوری حالا تنهایی یا مثلا با کسی کمکتون بکنه که برایتون اگر میخواید در آینده این کارو بکنید به دردتون بخوره. فقط دو سه تا نکته از من بچه ها، چه خارجی ها چه ایرانی ها سوال میکنن، تو که مثلا ماشین داری مثلا سفید میزنی، این تیکه های رنگ های دیگه چیه که جایی از ماشین میچسبونی؟ این برای اینه که شما موقعی که قطعاتی از ماشین مثل چراغ باز میکنید، این پشت پر آتش‌خال و سنگ و
سنگریزه و شن و کثیفی و اینا از هر چه قدم بشوریدش شما نمیتونید اینو کاملا تمیز بکنید. پس با این جنسای اضافه‌ای که براتون میمونه اینجاها رو بپوشونید. اینم خودم کشفش کردم. اینجاها رو بپوشونید که هم این برجسته چسبندگی داره اینا رو به خودش میگیره، نمیذاره موقعی که شما جنسو باز میکنید توی هوا پخش بشه. و یه سری چیزا هست مثل پلاستیک و سلفون و اینا میمونه، اونا خوب نیست. ببینید چرا؟ چون موقعی که اگر این پلاستیک موقع بچسبه به جنسی که شما دارید روی بدن نصب میکنید، اون موقع جدا کردنش مصیبته. ولی اینا اگر با هم بچسبن نراحت میشه جداشون کرد. یکی این، دو، دارم در مورد پورشه صحبت میکنم. پورشه زمانی که میخواید کاپوتشو بزنید، زمانی که این کاپوت بسته باشه گلگیر چون برجستگی داره از سطح کاپوت بالاتر، این قسمت بالاتر از سطح کاپوت وای میسته. به خاطر همین زمانی که شما دارید وسط این کاپوتتون رو کارتک میکشید که جنس رو بخوابونید، اینجاها تحت فشار قرار میگیره و مخصوصا جنس‌های براق. یه خط، ما بهش میگیم گلولان یا خط چسب، یه خط چسب میمونه و کارتون رو زشت میکنه. به خاطر همین حتما اطرافش رو تمیز بکنید. یه جعبه یا یه توپ فوتبال، توپ در این حد، یه چیزی مثل این که بدنه رو زخمی نکنه، خب میذارید زیر کاپوت، این یه مقدار میاد بالا و دیگه زمانی که شما کاورتون رو یا متریالتون رو باز کردید دارید میخوابونید، دیگه اونجا هیچ موردی برایش پیش نمیاد. خب من تمیزش کردم، آمادش کردم، الان فقط جنس رو میارم، جنسم بریدم که با هم بریم بخوابونیمش. جنسی هم که ما امروز قراره برای این ماشین نصب کنیم از برند ایبری دنیسون هست، ساتن صدفی سفید، ساتین پر وایت. خب بعد من یه چیزی هم که در مورد این ماشین هست، تمام بدنش فایبره و به هیچ جاش مگنت نمیشه کار کرد. خب جنس رو میذارم روی کافور. تقریبا همون جوری که بهتون تو ویدیو قبلی آموزش دادم که چجوری سقف و نصب بکنید به همون شکل هست. خب جنس رو باز میکنیم، اول سرتهش رو چک بکنید که همه جا اندازه باشه. بعد با این چسب این بدنه فیکسش کنید. من الان با دست اندازه میزنم قسمت های اضافه شو ازش میبرم. حالا شما چون برای دفعه اولتونه یا مثلا تازه دارید شروع میکنید میتونید نبرید، چون یه وقتی میبینید یه جا رو کوتاه گذاشتی دیگه جنستون به اندازه کافی باشه که به همه جاش برسه. حالا همین اضافه ها میتونید باش دستگیره بزنید، آینه بزنید یا همینجوری مثل من این قطعاتی که باز کردید و ممکنه کسید باشه رو بپوشید. این هم از این قسمت بالا. این حالا زیاد نیاز نیست، ولی چون اینجا یه حالت انحنا شکل داره زمانی که باز میکنید اینجا اگر بریده باشه جنس خیلی راحت تر به شما اجازه میده که روی بدن پهنش بکنید. خب الان همه چی آماده است، شما از یه طرف چسب آزاد میکنید و به این صورت. مقداری از کاغذ رو از جنس جدا میکنید و به این حالت قرار بود و جنستون میچسبونید یه گوشه از بیون کار، محکمش میکنید که زمانی که دارید کاغذ رو میکشید و اون طرف رو میخواید فیکس بکنید این اجاش حرکت ندید و به این روش خیلی بی دردستر آروم میارید. این برم تکتون گرام کنید و
این کاغذ رو میخواید بکشید اینجوری نکشید، اینجوری که میکشید اینجا میاد پایین و همین حالت میادش بالا صاف. حالا این کاری که میکنید نه زیاد، فقط در حد این که صاف بشه بینیشه قسمتایی از بیرون بدن میچسبیدش و بیرونش برای این کشم. الان این آماده است برای کار کشیدن. شما این نیازی به چیزی ندارید. و یه نکته دیگه، زمانی که میخواید گوشه های کار مثل من که الان چسبیده بود باز بکنید، باز ضرب باز نکنید. همین باز ضرب باز کردن بیشتر گرد و غبار رو به سمت داخل هدایت میکنه. خب الان این کاغذ چسبیده مثل سخت، گفتم بهتون قطعاتی مثل سخت کافوت از وسط ماشین شروع میکنید، از وسط قطعه، یعنی از اینجا. چون اگر اینجا رو بخوابونید اینجا حباب گیر بکنه هیچ کاریش نمیتونید بکنید، ولی اگر اینجا گیر بکنه میتونید بازش بکنید. خیلی آروم به اینی که فشار بیش از حد بدید اینا رو هدایت میکنید به سمت بیرون. حالا همیشه هر قطعه یکی که میخواید بزنید برای خودتون اون قطعه رو تقسیم بندی کنید. حالا مثلا من چیکار کردم؟ این قطعه رو از وسط دوتا کردم، بعد دوباره از وسط تا این خط رو دو تا تیکه جدا دونش میکنم. اینجوری هم کنترلتون رو دستتون راحت تره، همین که میدونید تا کجا رفتید تا کجا نه. قسمت وسط تموم شد، قسمت این وسط به سمت راست ماشین تموم شد. ما الان این جلوش هم میخوابونیم. اینا رو معمولا آخر کار همه جایی که خوابوندید میتونید بخوابونید. حالا من الان دارم انجام میدم. به هر خطی که رسیدید اول با دستش یه نصب به این حالت میکنید، یعنی خطتون رو پیدا میکنید. بعد به همین حالت، همین کاری که برای وسط کردید برای اینجا میکنم. حالا ببینید چون من کاپوت رو باز نگذاشتم اینجا تحت هیچ فشاری نیست و خیلی داره راحت به راه خودش میخوابه، به خاطر این نیاز نیست هیچ فشاری بهش بیارم یا جنس رو دوباره باز بکنم. همیشه سعی کنید به راه جنس باش بازی کنید. اینجاها که رسیدید چون فاصله جلگی الان با بدنه بخاطر اینکه باز نگهش داشتید فاصله پیدا کرده میتونید الان بازش میکنید. دستتون رو تمام گوشه هایی که خوابوندید میکشید که همشون شکل بدنه رو به خودش بگیره. کافی به پورشه اگر
شما راه درستش رو انجام میدید. یکی از ساده ترین درب موتورها است، به شدت ساده است چون معمولا به همین شکله و پرشه اصلا هیچ تغییرش نداده، خیلی حالت تخت و فلتی داره. حالا بازا پانامرا که خب یه دوتا برجستگی داره، پرشه هم که 911 مثل باکستر اینا صافه صافه. قسمت سخت پرشه سپر جلوشه، به خاطر اینکه خیلی بالاش این قسمت خیلی پخی داره و همینطور گلگیاش. من دونه دونه هر کدوم از ماشینا بیاد سعی میکنم از هر بهتریشون برای شما یه آموزش بگیرم. خب حداقل تو تا یک ماه یه ماشین کامل از هر ماشینی یه قطعه زده باشید که تقریبا کلیت کار یکیه، فقط یه مقدار حتی بعدا تو دستتون میاد نکی شروع به نصب بکنید که هر ماشین با ماشین دیگه یه مقدار موقع نصب یه سری اختلاف ها داره، اونم به خاطر شکل بدنه شده. خب دوباره همین کار رو میکنیم، خط رو با دستیش در میاریم و بعد کارت جمعون میکنیم. فکر نکنم تا الان 5-6 دقیقه شده باشه، الان نمیدونم باید ویدیو رو چک بکنم، ولی تقریبا تنهایی کاپوت تموم شد. این شما فقط مونده این یه تیکه رو بخوابونیم و بریم برای برشش. حالا ما نمیدیم بکنیم، ولی خب بالاخره یه مدت داریم نصب میکنیم، واسه همون یه مدت ساده تر. ولی شما هم تقریبا همین هیچ فرق به آنچنانی نداره، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین. منظورم اینه که زیاد راهشه که درست یاد بگیرید، که من اونجا چون منم درست یاد دادم، من مطمئنم که من درست یاد دادم. شما هم همینو میتونید، من دارم به شما همونجوری یاد میدم با یه سری تجربه های جدید خودم. خب دیگه راحت میشه براتون نصب کردن دیگه. بعد با دست تمام جاها رو چک میکنید، یه جنسی مثلا ای بری نه زیاد مشکل نه، ولی مثلا یه جنسی مثل تیریه خب آبای ریز زیاد میمونه، بخواد که باید محکمتر کشیده بشه. خب بچه برش هم تموم شد، این هم از نتیجه نهایی. آرمش هم در آوردم. واسه در آوردن آرم پرشه این سه تا گوشه اول باید یعنی خوابیده بشه، وگرنه حباب میده همیشه. ببینید هیچ دونه ای روی این کاپوت نگرفته. این هم از گوشه ها این بارم بهتون نشون بدم. واقعا رنگ زیبایه، من خیلی خودم ساتن سفید صدفی رو دوست دارم، خیلی شیک و هم سپورتیه هم لوکسه. هم از گوشه خواهم خب بچه ها این ماشین هم تموم شد. اونهایی که پیج دنبال میکنم میدونن این ماشین رنگ آبی بود، ما ساتن صدفی سفید روش نصب کردیم. من فقط نتونستم برای این ماشین ویدیو کامل بگیرم، ولی یکی دوتا ویدیو آموزشی خوب مثل چجوری نصب کردن کاور روی کاپوت براتون آموزش دادم که خیلی زود براتون آپلودش میکنم. واقعا نیو پانامرا خیلی زیبا شد، مثلا شما شاید باورتون نشه این ماشین آبی بوده. حتی ببینید من تمام
درزای داخل همه پوشیده شده، آینه هاش واقعا سخته، چند تیکه باید نصب بشه. ببینید به سمت داخلم داره، ولی واقعا زیبا شد، من که خودم لذت میبرم. ساتن صدفی سفید روی پورشه 2019 نیو پانامرا. بچه این بالم بالا پایین میره، میتونید از داخل کنترلش بکنید. بریم من براتون یه ویدیو بگیرم از داخل ماشین، بهتون ماشین داخلش هم نشون بدم که کلن به طور کامل عوض شده. اول از قسمت عقب شروع میکنیم. ببینید ماشین آبی بوده، اولین چیزی که به چشمم خورد کنترل صندلی عقب بود. این ماشین میدونید همونجوری که میدونید کوپه سپورت 4 نفره است، یعنی شما وسط این کنسول به صورت کشیده یک سراسری هست، نمیتونه کسی وسط بشینه. صندلی های بلند، البته صاحب ماشین این کوسنا رو گذاشته، ولی خب خود چرم ماشین به این صورت هست. بعد اینجا هم سرنشین های عقب میتونن همه چی رو کنترل بکنن و اون LCD رو میتونن روشن کنن و کنترل سیستم صوتی و سیستم تهویه و اینجور چیزها رو داره داخلش، و اون وسط باید جالیبانیاش باشه. به این صورت که فشار میدی باز میشه، همینطور یه پورت بندکی داره، آرمرست عقب، همینطور یه باکسی هم اینجا داره، اینجا کنترل اینجا گرم کن سرد کن صندلی برای صندلی عقب داره، این مال پرده عقبشه. بعد دیگه سیستم تهویه رو اگر روشن بکنیم به این صورت میاد بالا، دریچه هاش به این شکل هست. خب همینطور صندلی های بلند حالت سپورتی، دریچه های تهویه برای سرنشین عقب، صندلی عقب همینطور مثل جلو مموری داره، حافظه صندلی داره. مدل های بالاتر این ماشین وکیوم دربار هم داره. این بجه پانامرا کوارت ماشین خیلی کثیف نگه داشتن. تا این ماشین سپرش تعویض شده در حدود 40-45 روز در داخل پورشه بوده، بکنم زیر بارون گذاشتن ماشینو. خب بچه‌ها من الان نشستم داخل ماشین که طراحی داخل و همینطور ماشینو بهتون نشون بدم. اونایی که پانامرا رو میشناسن میدونن که این ماشین از سال 2017 نیو طراحی شد و داشبورد کاملا تغییر پیدا کرده. ببینید قطعات مشکی پیانو و همراه قطعاتی از حالت آلومینیوم مات یا استیل مات، ولی با هم دیگه خیلی مچ هست. این ماشین البته هیبت خیلی بزرگی داره، ولی یه چیزی که من خیلی دوست دارم فرمونش خیلی کوچیک و نقلی و همینطور پدر شیفت های کوچیک و خیلی خوش دسته. و طبق معمول پورشه ها قسمت کیلومتر ماشین یا گیجای ماشین 5 تایی هست، ولی خب تو مدل های جدید اینا همه به صورت دیجیتالی شده و فقط وسطی که دور موتور نشون میده و یه سری اطلاعات دنده و سرعت ماشین به صورت دیجیتالی آنالوگ هست. خب LCD خیلی بزرگ تاش و همینطور اینجا شما دگمه زیاد خاصی نمیبینید به غیر از این چند تا که مال سیستم بخاری و کولر ماشین هست و بقیه همه به صورت تاچ در اومده. خب اینجا سیستم درایو مود ماشین رو میتونید کنترل بکنید. خب من ماشین رو براتون استارت بزنم از اینجا، سویچی که باز بکنیم همینطور پورشه میاد روی مانیتور بالا. این هم از استارت ماشین، من تهویه ماشین رو خاموش بکنم.
که میتونید اطلاعات ماشین رو اونجا ببینید و اینجا سیستم درایو مودش که به صورت نرمال و اندیویچوال سپورت پلاس و سپورت هست و زمانی که شما به این تنظیم دست میزنید اینجا برای شما همه چی رو تغییر میده، شما میتونید همه چی رو خودتون کنترل بکنید، مثلا میتونید اسپورت بذارید اسپویلرش رو ببندید یا کمکاش رو به صورت نرمال بذارید. ببینید اینجا در این که این الان رو اسپورت پلاس رو پایین تایم مودش هست که نرمال بذارید این طراحی گرافیکی این حرکت میکنه به سمت بالا، همینطور این سنتر کنسول که همه به صورت تاچی هست، گرم کن سرد کنه صندلی، بازم تغییر سیستم کمک، گرم کن سرد کنه گرم کنهای شیشه جلو و عقب، سیستم برای سمت شاگرد، همینطور دکمه فلاشرش. بایستی جالب اینجا کره‌ای ها اونایی که حالا با هم دیگه زوجن یا دوست دختر دوست پسرن یه کاپلن کلن عکسای همدیگه رو میدن، اینا بوگیره، اینا فقط عکس نیست، بو عکسای خودشون براشون بوگی درست میکنن و تو ماشیناشون میذارن، خیلی مثلا رو بورسه. بعد دیگه ماشین تقریبا آپشنال خیلی خوب و کاملی داره، سیستم صوتی بوز داره و همینطور اونجا تمام اطراف اسپیکرها به صورت LED روشن میشه. من میگم اطلاعات خاصی چون تا حالا سوار این ماشین نشده بودم، یعنی این مدلشه، مدل فورشه، ولی جی تی اس سوارشم جی تی اس فول تر هست و خب این قطعات اکثریت به صورت کربن استفاده شده مال داشبورد. بعد الان اگه اینو رو اسپورت پلاس بذاریم صدای ماشین یه مقدار بذارم معمولی اول بذارم، سیستم استارت استاپش فعال هست، ما یه بار پامون رو رو گاز بذاریم تا روشن شه. خب این هم سپورت پلاس یه مقدار کمک ها حرکت کرد به سمت بالا، صداش یه مقدار خشن‌تر میشه و بعد شو. از اینجا هم این بالا شما میتونید سانروف و اینا رو کنترل کنید، اینجا هم دوربین 360 درجه و همینطور میتونید سیستم سنسوراش رو قطع و وصل بکنید فعال باشه یا فعال نباشه. بعد و در این قسمت شما دوربین الان جلو رو میبینید، این الان به صورت جلو هست و بهتون لاینا رو نشون میده، این الان براتون عقب رو میگیره و الان دوتا بغلا از زیر دستگیره های درهای جلو تا سر گلگیر و این سیستم جلو رو براتون واید میکنه، پهن‌تر میکنه و همینطور این برای عقب و پهن‌تر رو واید میکنه و از این بالا هم شما میتونید ماشینتون از قسمت سقفش ببینید. دیگه همین دیگه، چیز خاص آنچنانی نداره، اینکه اینجا جالیوانیاش هست، عقبم که بهتون نشون دادم اینا کنسولشه و اینجا شما پورت USB و آکس و همینطور 12 ولت فندکی دارید و بعد نه ماشین واقعا خیلی خوبیه، به نسبت به پولش میارزه و رقیب اصلیش هم الان دیگه میشه گفت BMW اتاق 8 گرند کوپه هست یا بنز GT 14 که البته این مدل باید با GT 43 و اینا مقایسه بشه یا 840 BMW، ولی خب مدل بالاترش میشه GTS و اینا خب با 63S AMG مقایسه میشه. خب بچه این ماشین هم تقریبا دیگه آخراشه دیگه، تموم شد، منتظرم که صاحبش بیاد ماشینو ببره. من نتونستم براتون کل پروژه رو ویدیو کامل بگیرم ولی سعی کردم خب از داخل ماشین و قبل و بعد ماشین براتون یه فیلم بگیرم، از ماشین بهتون نشون بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اینجا چون الان تعطیلات کره است، همون تعطیلات سال نو چینیه، به خاطر همین کره‌ای ها 4-5 روز تعطیل هستن و خب صاحب ماشین نیاز داشت، ما خیلی عجله‌ای کار کردیم، عجله‌ای که نه ولی خب سریع‌تر کار کردیم، چون من اصلا قبول نمی‌کنم پروژه با عجله. بعد دیگه نشد براتون، ولی ویدیو واسه نصب کاور روی کاپوت ماشین، کاپوت پورشه، خب اکثریت پورشه هم مثل هم از کاپوتاشون براتون گرفتم، میدونم خیلی به دردتون میخوره، امیدوارم دوست داشته باشید و خیلی زود براتون آپلودش میکنم و لطفا حمایت فراموش نشه.
ان شاء الله تا ویدیو بعدی ماشین بهتر، ویدیو بهتر میبینمتون. خداحافظ.